عرض احترام مجدد قرار که پیشتر ما گفتم ویدیوی مظاهره که در مقابل مرکز عمومی ناتو کردیم، ما یک روز دیگه یک برنامه را میگیریم که تمام جزئیات زور ما به شما تشریح کنیم، چون حال ما وعده کردیم که ویدیو کلیپی که از افغانستان آوردیم اونا را به حضورتان پیشکش کنم، چرا او یک دفعه دیگه قرار گفتم خطاب صاحب به برودکاست کرده مقابل بر شما و او را خود ما میخواهیم که جزئیات به شما تشریح کنم او را مقابل بر شما بانم. در این حال ما میخواهیم که از برادر بزرگوار ما آریان صاحب و برادر گرامی دیگه ما در پنجری رو پا تشکر کنم که اونا بسیار زیاد با ما مهربانی کردن. ما میخواهیم که توجهتان رو به مقرری ها بیارم. باز بعد از او ما میایم باز موضوعات دیگه است که صحبت میکنیم، باز ما میریم به ویدیو کلیپ افغانستان. عرض احترام مجدد خدمت همشیرا و برادرای ما، باز هم از تمام خوارا و برادرا و بزرگایی که در افغانستان بی‌نهایت در حق این جانب مهربانی کردن تشکر میکنم. باور کنین که احساس ملی در داخل خود افغانستان به اندازه بلند است که شما هیچ حتی حدس نزنین و ای که شما دیجو مشنوین کو تبلیغات آیسای است که مردم کتوم توجه نداره به موضوعات ملی و تنها یک چیز نظر دارن، تماما از اونها دروغ است. باور کنین که ما از جنرال گرفته، از موین گرفته، از رئیس گرفته، از وزیر گرفته، از قاضی گرفته، از جوالی گرفته، از دکاندار گرفته که ما سبا ساعت یک بجا برنامه دارم که تمام نمی برادرها ما انترویو کردیم و ویدیو کلیپشون با شما ما نشان خواهد دادم. شما ببینین که اونا مثل شیر واری شجاع هستن در مقابل پاکستان. یگانا آرزویشان هستن که یک لیدر واقعی بتان اونا را در مقابل مظالم پاکستان به اصطلاح لیدرشپ خود به کار ببره و
مشکلات امنیتی، مشکلات کشت و کشتار، مشکلات جنگی که مردم افغانستان با او دستپا نرم میکنه، ایرا اونا از بین ببرن. باور کنین که اگر افغانای ما از همکاری با ایسای ابا ورزن، افغانای ما یک درخواست بسیار برادران است، اگر افغانای ما از همکاری با ایسای ابا ورزن، پاکستان و دولت پنجابی ایسای برابر سر سوزن چیزی کده نمیتونه در افغانستان. و یکانه چیزی که حال فیلن مردم افغانستان خودن در کابل اونا خدا با او آمادگی میگیرن و اویست که شروع کردن با زدن نوکرای ایسای و اونا منسجم شده میرن، منسجم شده میرن و اونا کمیته های تشکیل میدادن انشاءالله با کمک خداوند و برادرها و خواره ما، کل اونا روحی ضد ایسای، ضد دولت پنجابی دارن و هدف آرزویشون است که دست پاکستان با طور دائمی، فعالیت های ضد ملی پاکستان بر مردم افغانستان با طور کلی از افغانستان دستشون قطع شوه. ایره باور کنین که ما داخل خود افغانستان رفتم، گرچه دولت ایسای یعنی نوکراش بخواست به هر ترتیب با ما برسه، ما چون ما امنیت قومی و امنیت دولتی به اصطلاح داشتیم، اونا با ما رسیده نتونستن، منتها طرح پلان را کردن که جزئیات یکم وقت میگیره چون ما وقت نداریم، منتها اونا کوشش کردن که یک رای را با اصطلاح نام تلویزیون آرانای بیات صاحب استفاده کردن و ما ای را به توجه تلویزیون بیات صاحب در امریکا آوردم، خصوصا نظیره جان که نظیره جان کریمی که اونا بسیار یک خانم فعال هستن، این موضوع را با توجهشون آوردم و با نظیره جان گفتم که با آقای بیات این موضوع را مثلا برسانن که ایسای تلویزیون آرینای افغانستان نامش استفاده میکنه که افغانای ملی ما را به اصطلاح کدنپ کنه، افغانای ملی ما را ترور کنه و اونو را از بین ببره، که باز هم با توجه باید صاحب میارم اگر میخواین که جزئیات چه از پیش ما پرسان کنن. اما فضل و مرحمت خدا این پلان ایسای ناکام موند و در این حال پلان دیگه تیار کردن که با ما را انفجاری روان کردن که طرف هتل که ما بودیم میخواستن که اونا بین، اما با فضل و مرحمت خدا قوای امنیتی افغانستان او انفجاری را گیر کردن و کشتنش از بین بردنش، نتانستن که با ما برسه. و در این حال وقتی که ما در افغانستان بودیم باز هم از تمام برادرها و بزرگایی که در افغانستان در حق ما شفقت کردن، ما شما قلب ممنون هستم و شما ما تشکر میکنم. خداوند شما را خیر بده از مهربانیتان. باور کنین که رفع معضله دیورند در افغانستان با توجه 99.99% مردم است که اونا بخواهند که امی کلی ما که در دست دولت پاکستان است، امی کلی خانه ما و سلاح امی خود خانه ما به دست ما بیا، بندرهای ما به دست ما بیا. امی مشکل تاریخی که دولت پاکستان داریم، مشکل تاریخی ما حل و فصل شوه. موضوع مهمی است که وقتی که ما در افغانستان بودیم که برادرای بلوچ ملاقات های ما داشتیم و ملاقات ها بسیار با وجه بسیار خوبش پیش رفت، ای که مردم افغانستان به چی اندازه با برادرای بلوچ مرتبط دارن، شما باور کنید که ما مثل یک جسم با برادرای بلوچ خود همکاری داریم و موضوعات مبارزتی در مقابل دولت پنجابی افغانستان یک جای و پیش میبریم. شما ای را
فکر نکنین خواره و برادر عزیز که افغانایی که در امریکا و اروپاست اونا در موضوعات ملی داخل افغانستان چیزی کرده نمیتونن. وقتی که ما در افغانستان بودیم ما صادق صاحب یعنی پیشنهادهای سر طرحهای ما کار کردیم که ما برای دولت افغانستان هم پیشنهاد کردیم. ما پیشنهاد این بود که تمام گروه های مخالف باید یک جا شوند به شمول طالبا که مازلی ملی افغانستان جر و بحث شود که به این ترتیب و در داخل افغانستان یک جشتان موضوع کنفرانس پاریس که نماینده های خاص ملا عمر 5 نفر هم در حضور داشتن و سایر نماینده های عذاب آوردن که به خیالم یک جلسه موفقی بود که تمام عذاب مخالف تمام گروه های مخالف باید یک جا شوند این موضوع مازلی ملی افغانستان را فصل کنند و جلسه دایر دیگه که دایر میشه در قطر. شما هیچ وقتی را فکر نکنین که برادرایی که در اروپا هستین در امریکا هستین یا در کانادا هستین رول شما بسیار ناچیز خواهد بود، اما این برعکس شما برین در افغانستان پاکستان هیچ چیزی در افغانستان کرده نمیتونه. باور کنید که همی پلیس های ملی ما را که شما میبینید، اساکر ملی را که ما میبینید بی اندازه فعال هستند، بی اندازه در مقابل پاکستان الرت هستند، یعنی آگاه هستند و آماده هستند که در مقابل وطن خود فداکاری کنند. ما با صدها پلیس صحبت کردیم که اساکر ملی خود ما صحبت کردیم. شما افتخار میکنید که شما وقتی که برای اونا صحبت میکنید و شما وقتی که میرین داخل افغانستان همراه برادرای بلوچ صحبت میکنین افتخارتان است و خصوصا در واشنگتن همراه دکتر صاحب بور که چی یک انسان ملی هستند و فعالیت های برادرای بلوچ زیادتر تشویق میکنن و در لندن هم برادرای بلوچ تشویق میشن. برادرای افغان ما در طرف خط دیورند کل از اون آغاز باور کنین که ما تلفن ها میگیرم از پشاور از اون طرف کویته از مناطق دیگه کلگی برادران جوان تلفن میکنه متیس ما آماده هستیم ما چه کنیم. ما گفتیم تنها شما انسجام داده برین کمیسیون ها را با وجود برین فعالیت ها را در مقابل دولت پاکستان انسجام بدین. همین حمله میدان هوایی پشاور یا عملات آخر موجود آمده برای اولین دفعه ما دیدم که دولت پنجابی پاکستان خود بسیار بیچاره اس کرد و شکایت به این شد که ما چطور بتانیم که همین کسایی که طالبا و برادرایی که در مقابل دولت پاکستان قدلم کردن ایره ما چطور حل فصل کنیم. باور کنیم که یعنی مقابله در مقابل پاکستان یا تشکیل یک پلان ملی در مقابل پاکستان ما چطور پلان تیار کنیم باور کنیم که آسانترین کار است و ما شما نشان میتونم که گرچه آیسای در پشت ما بود اما ما ایراسی نداشتیم. اول خداوند جل جلاله او تا که نصیب قسمت باشه و دیگه ای که برادرها کتی کالای کتی پتو کتی پرانتومان بشکال مختلف وقتی که ما میرفتیم بیرون اونا تیت میشدن و هیچ به این ترتیب نتونست دولت پنجابی آیسای با ما برسه و ما هیچ راست نداریم و برادرهایی که اگر در مبارزه در مقابل پاکستان ایراس دارن بهتر است که نمیاله تصمیم بگیرن که چرا این کار دوام خواهد کرد. ما 3 سال پیش که کار شروع کردیم مبارزه در مقابل پاکستان بعد از آوردن خاک ما از بین بردن مازلی ملی افغانستان تا کی افغانستان یک وسیله استفاده شد برای کمایی پول برای پاکستان و حال این موضوع جامعه بین‌المللی هم آگاه شده. این رو باور کنین که مثلا امی اجازه گرفتن از ناتو که یعنی در 75 سال موجودیت خود کسر نمونده ما میتونیم از نظر سیاسی و دیپلماسی کت ناتو تانستیم که معامله سیاسی کنیم مثلا امی اجازه رو بگیریم و ما از دولت افغانستان کرده سبایم توقع رو داشتیم اگر اشخاص
پر استعداد در رأس مسائل دیپلماتیک میامد، میتونستیم سرکای افغانستان از طلا آباد کنیم. اما افسوس افسوس که چی زمینه را با ما مساعد بود، ما نتانستیم که از این شرایط استفاده کنیم. مال شما تمام دنیا به بران اقتصادی میره و وقتی که ما رفتیم در ناتو که موظفین ناتو موظفین نظامی و امنیتی که صحبت کنیم و چی یک روحی با ما صحبت کردن و اونا از ما خوش آمدید کردن، به اصطلاح که شما گروپ ملی میخواین که آوازتان بلند کنین به دنیا. ما آواز خود بلند کردیم از تمام بزرگای کامران در اوجه که ما گفتم که ویدیو رو به شکل صحیح نشان میدن، از اونا تشکر میکنم که اونا آمدن حضور به هم رسانیدن. تا کی خوارا و برادر عزیز ما به تفاوت باشیم در موضوعات ملی خود؟ ما که افغانستان رفتیم خاک ما با ما به اصطلاح شکایت کرد که ای اولادای ما که در تمام امریکا و اروپا هستن یا چرا به تفاوت باقی ماندن در اروپا، چرا از ما دفاع نمیکنن؟ خاک افغانستان مرا گفت همین موضوع را. و شما باور کنید که یک مظاهره 5000 یا 4000 نفری در مقابل واشنگتن کنیم یا در اروپن یونین کنیم، خصوصا 2014 نقطه قاطع برای حیات سیاسی افغانستان، شما میفهمید که چقدر تاثیر خواهد کرد. تنها همین مظاهره مقابل ناتو کمر پاکستان شناخت شکستان. ما میخواهیم که یک ویدیو کلیپ نشان بدم و بعد از او من با شما باز ویدیو کلیپ دیگر نشان با شما نشان میدم. اگر شما که امور بانید شما با عرض احترام مجدد، ما میخواهیم ویدیو کلیپ که در ویدیویی که در افغانستان به شما تدارک کردیم او رو به شما پیشکش میکنیم. باز ختم از این ویدیو کلیپ تلفن های شما رو میگیرم. شما ببینید که 11 سال شده که امی کمیسیون صلح فعالیت داره، با کدام موفقیت نایل نشد تا که ما در مقابل مرکز عمومی ناتو رفتیم و پاکستان وعده همکاری رو به کمیسیون صلح داد. ما میتونیم که همین ویدیو کلیپ که شما میبینید انتخابات است و ما میتونیم که با دولت افغانستان همکاری کنیم و از تمام ولایت افغانستان بریم کمیسیون تیار کنیم و کمیسیون بیاین موضوعات ملی جر و بحث کنن و پرابلم ملی ما را حل کنند. قراره که ما گفتم در قسمت تاریک که پیشتر ما گفتیم که در پاریس دایر شد، در قطر
شما باور کنید که ما میتونید شما بیاین در پروسی ملی داخل شوین و فعالیت کنین. و دیگه ای که ما از آقای فرید یونس جدا تقاضا میکنم که دیگه نگویه که مردم افغانستان بی سواد هستن، سواد ندارن. در برنامه یک از برنامه بودن سر مردم افغانستان دیگه تاخت و تاز نکنی او برادر، تو حق نداری که مردم افغانستان و هر کسی که در مقابل مردم افغانستان و شرایط افغانستان منفیگرایی میکنه کار مناسب نمیکنه. ما باید بایسی یک وجود به هر عزبی که هستیم، باور کنید در افغانستان بودم، هم از پرچمی گرفته، از خلقی گرفته، از ستمی گرفته، از اخوانی گرفته، از طالبی گرفته، هر کدامش به خدمت ما رسیدن. به این ترتیب ما مثل یک وجود هستیم و باید امی به اتفاقی رو از بین خود از بین ببریم. نرفتم در خود داخل خود افغانستان، حال دشمن بزرگ ما آیسای پاکستان است، ما بتانیم مظله ملی خود از بین ببریم در مقابل پاکستان، چیزی که مربوط ما است رو حل کنیم بگیریم، باز میتونیم که مشکلات خود الف 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 فصل کنیم. دیگه به این ترتیب ما فکر کنیم که سید عباس آقا، سید عباس بینا، رئیس عمومی اهل تشیع افغانستان آمدن به حیث رئیس جرنجرگی افغانستان این مسئولیت قبول کردن. باور کنید از روزی که آمدن به هزارها هزار چی دارن، عضو دارن. ما در طول تاریخ پنجینی مساله خود شیعه و سنی کل یک جز نگی کردیم. ما موضوعات افغانستان، مشکلات افغانستان پیش بردیم، آفز و مرمت خدا ما همی شرایط همی کار شروع کردیم، همی کار پیش میبریم. و ما تبریک میگم به نواسه مرحوم داود خان شهید کنا ریاست عمومی دیرنجرگی افغانستان قبول کردن و در قسمت تدارک جرگی عمومی دیورن در افغانستان رول بسیار مهم را خواد داشتن. ما از اونا تشکر میکنم. باور کنید که در حدود 4-500 عضو کمیسیون دائمی دیرنجرگر در کابل ما تشکیل دادیم. و بعض نقاط است که بعض برادرها از لندن کارهای منفی رو میکنن که برادرها رو استاد کنین و دیگه نام دیرنجرگر استفاده نکنین، این خیانت ملی است. و ما فهمیدیم که شما پول از کجا آوردین و از آوردین، این موضوعات با دیگه برنامه دیگه نام دیرنجرگر خواهش میکنم دیگه استفاده نکنین. ما باز هم از برادرای عزیز خود در داخل افغانستان که اگر پرچمی بودن، اگر خلقی بودن، اگر ستمی بودن، اگر از به خوان مسلمین بودن یا از به بر از به که اونا تعلق داشتن آمدن آغوش خود را باز کردن. حتی برادرای ما از دبی بر ما به اصطلاح کوک خواستن که کباب کوک و چبلی کباب کوک با ما تهیه کردن. خداوند شما رو خیر بده. ما نه این برادرها رو مشناختم، کلشان به صدها و صدها نفر آمدن. باور کنید که در داخل خود افغانستان با هزارها هزار نفر کت ما یک جا هستن. ما میخوایم که ویدیو کلیپ انتخابات قومی رو ما بر شما نشان بتم، بالفس بیم لطفا با ما باشین. اگر شو همو ویدیو کلیپ بر شما نشان بتیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سلام علیکم. امروز یکی از روزهای خوش است در افغانستان برای ما که برادر عزیز گرامی ما امروز به حیث رئیس قوم انتخاب میشه. ما میریم که تجلیل مجلس کنیم به اصطلاح. دکتر صاحب میرویس حسن
دیگه شما باقی مراسم ان شاء الله میبینید. خاور دی ولیانو د کور دی نانو نام دی چه د جانان وطن واور ما سلام دی. خاور دی ولیانو د کور دی نانو نام دی چه د جانان وطن واور ما سلام دی. کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار. شمله هل مندا زمان دی مینه جواندا بل خو قندهار تو خایس بتا تمام دی. کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار. زرغونی شویز و کتی مالدارو و خزرا که غزنی دی بر هیرات منال جام دی. کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار. مسند زابل هوا بیاد سری دل هوا وقت بز کشیده بر گنگوز جو جوان می پانده. کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار. خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی شد جانان وطن وار ما سلام دی. خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی شد جانان وطن وار ما سلام دی. کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار کله گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار. شیخی جی کرا واسه جی کرا نو جی و جکسن.
să cât de bine să fim usucat, că să de carcă, să fim pe un urmărat, e un bufumat de zic, că lasă eu ce e un băstat cu ce știu, dar vele de ea, las cu ei un ce la capul de carne, un marcet, ce cu roace, o să fac o imbiție, e un marcet. Părut de la bani, mă cam, a da, că mă duc să-mi dau ăsta. Mă tot aia, frate. سلام عليكم. دا دي شورا خلق جول دي راغلي دي سرت دي تراغلي جول دي دفتر كي دي نو درتو سلام تدي درتو ان شاء الله.
ما هدف ما ایسا که ما قوم فرخه و رئیس قوم فرخه از طرف تاریخ قوم فرخه تعیین شدیم. وظیفه ما این است که من کل قوم فرخه را یک جای بسازم، یک اتفاق اتحاد در افغانستان بیارم. ما تقریبا در 34 و 32 ولایت افغانستان تیتو برک شدیم. این وظیفه ما است که کلشان را جمع آوری کنیم. به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان چقدر شما با قومتان رول خون دارید؟ ما را قوم انتخاب کردن، ان شاء الله تعالی صد گمان دارم که ما هم میتونم که قوم از ما کشور استفاده کنه. یا ما به خاطر آوردن صلح در کشور چقدر شما در بین اقوام برادری ایجاد کردن میتونید؟ چون شما به حیث رئیس یک قوم اونجا هم صحبت میکنید که صلح و ثبات در افغانستان به قوم ما هم وظیفه دادیم که در 32 ولایت افغانستان تا به تلاش صلح کنه و برادری رو کنه اتفاق در افغانستان. من خوند هدف داره چه دفتر خیلو قوم چه ملی اولای تینکو ننه غونډه هدف دا ده چې مونږه سرخیلو د قوم ترمنځ ملي یووالی ټینګ کړو او د ټول هیواد په کچه د سولې او ثبات لپاره زمینه برابر کړو. مسایل دغه نننې غونډه چې د اوسین خیلو سرتاسري شورا د څلور دیرسو ولایتو په خاطر باندې چې موږ یووالی د خپل قوم د اوسین خیلو یو د صلح لپاره د یو د ثبات لپاره د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د ښه خاطرې لپاره دا د اوسین خیلو قوم یوه شورا جوړه کړې سرتاسري په ټول افغانستان دا څلور دیرسو ولایتو کې. نن دغلته موږ د دغې شورا لپاره یو نوی رئیس ټاکو چې حاجي صاحب میرویس خان چې ډېر یو برجسته ځوان ده او لایق او ډېر یو ښه خاطره ولسونه او قومونه ترې لري. او انشاءالله موږ دا امید لرو چې د ده په د مخې په رڼایي باندې دا خپل د قوم شورا او نورو ولسو لپاره د خیر داسې یو پروسه جوړه کړو چې دا قومونه سره پرې راجمع یو او دا د افغانستان د امنیت او د امن لپاره هم یو وسیله وګرځي. مننه حاجي صاحب، که راته ووایه چې د دو قومي شوراګانو په مرسته د سولې لپاره څومره کار کیدلی شي؟ نو د سولې لپاره د قومي شوراګانو له طرفه چې کوم هغه راځي د صلح راځي هغه په هېڅ کې هم نه راځي. د قومي شوراګانو له خوا نه د امن و امان هم راتلی شي او صلح هم په افغانستان کې راتلی شي، هر آرامي راتلی شي د قومي شوراګانو له طریقه. ستاسو پیغام څه دی خصوصا دغه نوي مشر ته چې تاسو ټاکلی دی دونه تاسو غوښتنې څه دي تر څو د موږ غوښتنې دا دي چې دا قوم ته خدمت وکاندي، د افغانستان خاورې ته خدمت وکاندي، د افغانستان کونډې ورنډو لپاره خدمت وکاندي. دغه د موږ اراده ده. نور څه ډېره مننه کوي تاسو نه حاجي صاحب مهرباني. او که بل کوم پیغام لرئ تاسو خپله د شورا په اړه د هېوادوالو ته وړاندې کړئ؟ نو پیغامونه خو همدغه دي چې موږ مظلوم ملت دي، جنګ ځپلي خلک دي، باید دغه نورو ملتونو ته هم دا خواهش ده چې په موږ باندې دا قتل قتلو د دې شي معمنیت راوړي او دا خپله خاورې ته موږ پرېږدي چې موږ دا خپل وطن جوړ کړو، دا خپل وطن کې ارامي راوړو. ډېره مننه کوم، تشکر تاسو.
الحمد لله رب العالمين.
یو اتحاد یو اتفاق راولي نور یو دعا وکي ډاکټر صاحب ته چې خدای دې توفیق دې ورکړي او ټولو ته دې خدای توفیق دې ورکړي چې د قوم خدمت وکړي حق یې وکړي چه دا داکتر صاحب داسې لکه یو ګل غوندې وساتو لکه هغه ډګروال چې ترتیه کړي او یو ګل ولدسته کړي دی به زمونږ خدمت کوي زمونږ خدمت نه خدمت کوي د خدمت سړی له رنګه معلوم دی انشاءالله کوي ولدسته کړي سبا یې دا ټوله ته دا د ما واسطه چې ګوري راځي بېغیرتي مه کوئ بې انتفاخي مه کوئ خدای پاک وشیم بابا دې خدای وبخي داس یو شخص پکې را پیدا سه دا خو ډېره ښکاره خبره ده وایي شینه ګوره وکو چې یو صبر وکړه چې لومبی شین خیر وو خو دغه چې شوراګانې نه وي دا د لوی خدای په برکت باندې را دا پر سره دیم خدای ډېر ښه وکړي چې چا خواري پکې کړي هغه سره دیم خدای ښه وکړي دا خلک باید چې ګلان ونې وساتو دا دي یو بله جما ډاکټر صاحب ته دغه هغه د ارجو ده چې دغه ریاست د کوچیانو د مونږ د حسین خېلو ورک څه د امزیې څه دام ټول خپل قوم ته تبریک وایم ټول قوم مشر کمانډان صاحب ټول ته مشر تبریکونه ورته وایم خصوصا ډاکټر صاحب میرویس حسن ته بیا هم تبریک وایم ټول قوم مشر د ډاکټر صاحب وایس حسن بیا ګورو راځو ډاکټر صاحب ته زو یو مبارکي ورسره کو بیا نور خپل ملک زو بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب میرویس ته مونږ تبریکی وایم ډیر خوشاله شو چې دی د ټول افغانستان د ټول قومونو مشر شو او موږ له دې نه ډېر راضي او له ډېر لرې ځای نه دې ځای ته ورته راغلي دي د خاصې تبریکۍ لپاره وسلام رضوان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم زه میرویس حسین خیل نن ډېر خوښ یم چې حسین خیل ټول راټول شو او د خپل د قوم د پرمختګ لپاره یې خپل مشر وټاکه زمونږ د حسین خیل او د قومي مشر ډاکټر صاحب میرویس ده او خدای دې وکړي چې ټول افغانستان کې سوله راشي او امن قایم شي مننه زمونږ خو دغه تقاضا وسې مونږ وروره مشر وو یو بل مشر هم وټاکه ډاکټر میرویس او ډاکټر وکیل صاحب ورور ده زمونږ دغه تقاضا وه او بس خدای دې افغانستان کې آرامي راولي او خدای دې پاک دې دا دې مونږ له منځه دغه د سروبي د ولسوالۍ په نمایندګۍ باندې زه خبرې کوم او مونږ د شورا په همه هغه باندې ډاکټر صاحب میرویس معرفي که او خدای دې وکړي چې د قوم خدمت او د هغه دپاره وکړي او د سروبي د ولسوالۍ په نمایندګۍ اسلام حسین خیل یم زه ډاکټر صاحب محترم میرویس حسن ته د دې د وکالت تبریکي وایم او هیله لرم چې ډاکټر صاحب محترم ریاست افغانستان د حسین خیلو لپاره یو ښه زیری واوسي او دوی همیشه په اتحاد او اتفاق باندې اوسي مننه مونږ چې ډاکټر صاحب وتراو خدای دې وکړي چې دی مونږ ته خدمت وکړي او مونږ قوم په انتفاق او اتحاد اوسو بسم الله الرحمن الرحیم لدی محمد بن او لدی ټولو نه ډیره غټه مننه چې وکیل صاحب سره کومک وک او وکیل صاحب ته غور کوو دا تبریکی ورکو چې دای دې خدای ژوندۍ لري خدای دې ته همت ورکی چې دا دې قامو
خدمت وکي او منډي وهي او قدرت او دایرات ځوندۍ منګ ته جام خدای مات راکي الله امين چې د خدمت وکړای شو او دای وساتو د لوی خدای په برکت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه قماندان میرولی مظلومیار د پولیچرخی دی کوچانو اوسیدونکو دی حسین خیلو د قومونو په نمائندګۍ زه یو وړوکی شخصیت یم خو دغه نننۍ غونډه چې موږ وکوله دا د سرتاسري شورا د حسین خیلو د څلور دیرسو ولایتو لپاره موږ دغه مشر وټاکه دا موږ ته داسې یو شخصیت و چې انشاءالله دا د قوم لپاره الوزلې خدمت کولی سي او د افغانستان په ټیټو واسکو خبرو کې او د افغانستان په صلح کې هم انشاءالله نور لوبولی سي نو دغه د دغه په خاطر د موږ دا غونډه وه چې دغه حاجي صاحب میرویس خدای دې ده ته توفیق ورکاندي چې د څلور دیرسو ولایتو و نهه میلیونه او درې شپېته زره نفوس په احصایه موږ حسین خیل په څلور دیرسو ولایتو کې لرو مشر دی انشاءالله که خدای کول چې دی دا ستونزه دا مشکلات د دې قوم ولس په مخ ویسي او په افغانستان کې د ده لوریه یو صلح و آرامي پروردګار راولي او انشاءالله راوسته سي او د دې هغه هم لري استعداد هم لري ومن الله توب یکی از روزهای خوشمایی است و ای مایه افتخارم است که با همراه رفیق شخصیم دوست عزیز و گرامیم یک شخصی که فکرش در مورد افغانستان و غیر از خدمت از نظر ملیگرایی یک شخص است از نظر قومی یک شخص است به حیث یک لیدر امروز انتخاب شد شما میبینین که امو انانه که ما داریم در افغانستان در طول تاریخ امو انانه تانسته که افغانستان را به شکل عظیمش نگاه کنم و ای جای بسیار افتخار است که ما امرای دوست گرامی خود دکتر صاحب میرویس حسن استم و امروز دکتر صاحب میرویس حسن به عیس مشر قوم لیدر قوم برای تقریبا یک میلیون نفر انتخاب شد ما شما را تبریک میگم یک شک 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 نیت کنه دکتر صاحب خیلی شما میگن بگوید کامیابی موفقیتش از خداوند میگن ما را خدا توفیق بده که قوم کمک کنیم و خانم قوم از خدمت شما امروز یک گوشه شدیدین که ای در سر تا سر افغانستان شروع شده و امید است که تمام برادرهای ما امین نقطه در نظر بگیرن که بین یک دیگر خود اتحاد اتفاق بیارن و این اتحاد اتفاق موجب از این شود که مشکلاتی که مردم افغانستان در اون دستپا نرم میکنن او مشکلاتشان از بین بره و یک افغانستان آرام و مرفع و با ترقی با وجود به دیگه این امی آرزوی ماست و هدف و مرام ما که آمدیم در افغانستان که به شما خوارا و برادرهای عزیز در سر تا سر اروپا و امریکا و کانادا و سایر ممالک ولی نشان بتم
که شما ببینید که برادرای ما در داخل افغانستان به می هدف مرام برپا خیستن و هدف نهاییشان تنها و تنها بوجود آوردن یک اتحاد اتفاق و افغانستان مرفه و افغانستانی که تمام ما به عیس یک برادر و افغان در قسمتی از بین بردن مشکلات ملی ما سعی تلاشی میکنیم. دیگر خداوند دوست عزیز و گرامی ما را داکتر صاحب خیر بده، قوت بده و صحت کامل بده که بتانه به خاک خود، به وطن خود، به وطندارای خود خدمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من به نوبه خود تبریکات قلبی خود برای داکتر صاحب میرویس عرض میدارم و از پروردگار عالم آرزومند هستم که از این طریق از طریق این مردم همراهش همکار است برای وطن خود، بر موضوعات ملی خود، بر امنیت ملی افغانستان به این ترتیب مصدر خدمت شود و از تمام مردم افغانستان، از تمام بزرگان، از تمام کسانی که در راه ملی، در راه وحدت ملی افغانستان خدمت میکنند به این ترتیب منسجم شوند و دست به هم داده و یک شرایط پر هم، یک شرایط پر رفا و امنیت و سعادت برای مردم افغانستان آماده بسازند. و ما امیدوار هستیم پروردگار همه این انسان های نجیب و محترم را که در این میگی قدم میگذارن همه به پناه خود نگاه میدارن و کمک میکنن و ما همچنان از محترم آقای سید متین هم بسیار ممنون هستیم. در جا زحمات رو زیاد میکشن و در راه پیشرفت افغانستان گامای مؤثر در سایه داخل و خارج گذاشتن. باز هم تبریک میگیم موفقیت همه را از پروردگار عالم آرزومند میگیم. با عرض احترام مجدد امید است که ویدیوی مورد علاقتون باشه. شما ببینید که جرگاه قومی چون دایر میشه فعلا و ما میتونیم توسط این جرگاه قومی قوم حسین کود داکتر صاحب میرویس رئیس شد، مشر قوم انتخاب شد. ما برشان تبریک عرض میکنم. یکی از دوستای بسیار نزدیک و شخص بسیار ملی و قلبش بر افغانستان میتپه. باز ما شما تبریک باشه. ما میریم به یک اعلان تجارتی باز میریم. وقتی که با اعلان تجارتی هستیم من تلفن های شما را میگیرم. یک نکته ما باید بگوییم که ما قادر هستیم که جرگاه قومی را دایر کنیم و سر تا سر افغانستان بتونیم یک صلح را در افغانستان بیاریم و طور دائمی. و شما ببینید که پاکستان پیش ما هیچ چیز نیست، هیچ مقاومت نخواهد کنه. شما فکر نکنید که اصلی پاکستان کدام چیزی خواهد کرد. یک دفعه که مردم افغانستان بلوا کنه سر آیسای پاکستان بودشان میته و ایره برای آیسای پاکستان ما میگیم که شما آماده باشین، شما آماده باشین، شما میایین در خود وطن ما بر ضد ما شما میخواین که پلان میگیرین و مردم افغانستان آگاه شماست. انشاءالله شروع میشه به زدن شما آیسای پاکستان و نوکرای آیسای پاکستان. و از افغان ها ما خواهش میکنیم، افغان های ما که در نقطه هستن همکاری که آیسای دست بگیرن. ما اعلان تجارتی میریم پس میم تلفن های شما رو میگیریم. بسیار زیاد تشکر. و دیگه در سبا ساعت یک بجه برنامه دیگه داریم که موضوعات دیگه و ویدیو کلپ های دیگه و یارا به شما پیشکش میکنیم. ما خدا بسیار ویدیو کلپ ها زیاد موضوعات گپ میزنیم. ما کوشش میکنیم به طور خلاصه صحبت کنیم، اما مشکل است که موضوعات ملی رو به طور خلاصه ما مثلا صحبت کنیم. ایره باور داشته باشین برای مردمتان، برای برادرای پلیستان، برادرای عسکرتان قلبشون میتپه، از افغانستان دفاع میکنن. انشاءالله 2014 امریکا که برای انشاءالله امریکا نخواد برای برازی که نمیخواد که افغانستان تنها بانه. ما آگاهیم از این موضوع. ما برادرای ما داخل خود افغانستان و در اروپا و در امریکا کلی آماده است و باید با یکدیگه ما همکاری کنیم. میریم به اعلان تجارتی، لطفا با ما باشید.